سلام و شب شما بخیر. به برنامه بازار از تولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. توسعه کاروبار زنان بازرگان در کشور. بررسی های تازه وزارت تجارت که در 12 ولایت کشور انجام شده است نشان می دهد که کاروبار زنان بازرگان در کشور رو به توسعه است. زنان از توانایی فوق‌العاده در تولید، انکشاف و توسعه ظرفیت‌های تولیدی و انکشاف مهارت‌های محلی برخوردار هستند. نگرانی‌ها از بهای اندک کشمیری افغانستان. در حال که لباس‌های ساخته شده از کشمیری افغانستان تا 1000 پوند در بازارهای انگلستان به فروش می‌رسد، اما بهای این کالاها در داخل کشور بسیار ناچیز هستند. بسیار ارزان میخرن، مثلا من اجبه منی پشم دو نیم صد میخرن. ایجاد اتحادیه های ملی کشاورزان و دامداران. وزیر زراعت میگوید که برای فراهم ساختن فرارده های مورد نیاز نیروهای امنیتی کشور اتحادیه های ملی کشاورزان و دامداران را ایجاد کرده. یوازینه مکانیزم، یوازینه سیستم چې هغه کولی شي زموږ د اقان مستقیم له مارکیټ سره وصل کړي او هغه ګټې چې مابین خلکو اخیستې هغه رفع سي، هر قیمت چې کېږي مستقیم تاسو سره سي. و فرصت دوباره برای صادرات لبنان و سوریه. باز شدن دوباره بندر نسیب سوریه فرصت دوباره را برای صادرات لبنان و سوریه و کشورهای خلیج فارس مهیا کرده است. برنامه بازار با استاب دهنده تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان است. من زریمنا محمدی تا یک ساعت دیگر در این برنامه با شما خواهم بود. در حال حاضر 890 تشبث در سراسر کشور از سوی بانوان رهبری می شوند. بررسی های تازه وزارت صنعت و تجارت که در باره شناسایی متشبثان موفق در 12 ولایت کشور انجام شده است نشان می دهد که کاربار زنان بازرگان در کشور رو به توسعه است و تاکنون در شرکت هایی که از سوی زنان ایجاد شدند بیش از 47,000 تن به کار شدند. در این حال وزارت امور زنان وضعیت زنان بازرگان را نامناسب می داند و می گوید که در این بخش باید کارهای بیشتره انجام شود. بر بنیاد بررسی های اخیر وزارت صنعت و تجارت که درباره کاروبار زنان در 12 ولایت کشور انجام شدند، نقش سرمایه گذاری هایی که از سوی زنان رهبری می شوند در افزایش زمینه های کار برای زنان و بهبود اقتصاد محلی سودمند است. زنان از توانایی فوق العاده در تولید، انکشاف و توسعه ظرفیت های تولیدی و انکشاف مهارت های محلی برخوردار هستند. با این همه وزارت امور زنان مشکلات زنان بازرگان را در کشور چشمگیر می دانند و می گویند که در این بخش باید برنامه های لازم عملی شود. بازار مناسب و ظرفیت های لازم مسلکی از جمله مهمترین مشکلات در این بخش برای زنان به شمار می رود. اتاق تجارت و صنایع زنان میگوید که برای حمایت از زنان سرمایه گذار باید برای فرابردخواهی آنان بازاریابی شود. از تولیدات زنان افغانستان خریداری بکنید تا اینا واقعا در قسمت توانمند شدن اقتصادیشان سهم بیشتر داشته باشین. بر بنیاد بررسی های وزارت صنعت و تجارت در سالهای اخیر زنان بازرگان بیشتر در بخش های خدمات در کشور سرمایه گذاری کردند. یافته های این بررسی ها نشان می دهند که در حال حاضر نقش زنان بازرگان در سرمایه گذاری ها در بخش آموزش و پرورش 1%، در کشاورزی 5%، در بخش صادرات و واردات 5% و در خدمات 15% است. در این بررسی ها آمده است که 57% زنان کارخانه دار برای تولید فراورده هایشان از ماشین های صنعتی کار می گیرند. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با خانم نفذ گل جامی، مسئول مرکز تجارتی خدیجه دال کبرا، شکریه شهرانی، بازرگان از ولایت بدخشان و همچنان لطیفه اکبری، یکی از زنان بازرگان. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. بابا خانم جامی، بس را با شما آغاز میکنیم که وضعیت کاروبار زنان در حال حاضر در افغانستان چگونه است؟ به نام خدا، سلام و احترامات دارم به خدمت شما و همکاران عزیز شما از طریق این برنامه به تمام هموطنان عزیز ما.
وضعیت کاروبار زنان به سوی اندازه‌ای که خواست زنها هست و تلاش هایی که دارم و آرزوها که دارم واقعا به سوی خواستا خطبال نرسیدم، به خاطر از اینکه زنها تنها ما نمیتونیم بگیم که سرمایه کشور ما طلا و نفت و گاز و اینا میباشه، بلکه استعدادها هم میباشه. خانم هایی که ما داریم که امروز برسه تجارت و بزنس قدم گذاشتم، اینا استعداد دارم، اینا توانایی دارم، اینا علاقه دارم و میخواهم که به جامعه خود کار کنم، میخواهم که به سهم به اقتصاد کشور خود داشته باشم، سهم به اقتصاد خانواده خود داشته باشم. به زور اندازه واقعا اینا حمایت نشده، به زور فقط یک فرصت داده شده که کار کنیم و یک آزادی داده شده که شما میتونیم که کار کنیم و تجارت کنیم. واقعا او خدمتی که باید بزنم میشد تا به حال صورت نگرفته، به این دلیل هست که واقعا زنها رو ما نمیتونیم بگیم که 100% موفق میباشه. تشکر، با شما برمیگردیم. خانم شهرانی، میخوام از شما پرسم بگی که خانم جامی تاکید کردن که حمایت لازم تا کنون از سوی بر زنان صورت نگرفته تا اینا بتونن کاربارشون رو توسعه پیدا بکنن، شما خواهان چی نوع حمایت های از دولت هستین؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همچنان خدمت بیننده های محترمی تلویزیون طلوع نیوز. واقعا برای زنها در ساحه‌های مختلف و در افغانستان مشکل هست که کاروبار صورت بگیره و صورت نگرفته، و خصوصا خانمایی که متشبس هستند، خانمای تجارت پیشه، اینا در وضعیت قرار دارن که واقعا وضعیتشون خیلی وخیمتر از حالتهایی هستن که در دیگه موارد خانم‌ها سر و کار دارن. خب در این حرصه لازم هست که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام موارد بر خانم‌ها همکاری داشته باشن، خصوصا برای زنایی که تجارت پیشه هستن به اینا بیشترتر هم کمک و همکاری داشته باشن، چون ستون فقرات و همچنان بدنه اقتصادی یک کشور تجارتش تشکیل میده. و ما که از دیگه کشورهایی که امروز در حالتی هستن که واقعا توانستن که اقتصادشان به جایی برسن، زنای او کشور و خصوصا امو تولیدات محلی و تجارت های محلیشان بودن که اونا به جایی رسیدن. خب در تمام موارد برای خانم های تجارت پیشه، خانم های متشبس باید همکاری صورت بگیره، خصوصا وضعیت امنیتی از جمله چالش هست که واقعا در تمام ساحات افغانستان مردم با اون مشکل دست و پنجه نرم میکنن و تمام اشخاص و افراد، هم خانم ها و هم آقایان، هر دویشان با مشکلات جدی در موارد مواجه هستند. خصوصا زنای متشبس نمیتونن که در نقاطی که مثلا ولسوالی های دوردست هستند برون، به خاطر از اینکه برنامه هاشون رو پیش ببرن به خاطر نمیتونن دست رسی. تشکر، به شما برمیگردم. خانم اکبری، یک قسمت کار برمیگرده به حکومت افغانستان که باید حمایت بکنن از زنان بازرگان، یک قسمت کار دوباره پس به خود زنان بازرگان برمیگرده که چقدر ظرفیت اینا در حال حاضر دارن، چقدر میتونن که کاربارشون رو مدیریت درست بکنن. دیدگاه شما چی است؟ به نام خدا، سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بیننده های محترم شبکه زیبای شما. خب شما سوال کردیم که دو جز داره. خب همی که زنها، من خودم از اولسویلیم، با اولسویلی زندگی میکنم، همی که خانم هایی که به اولسویلی هم امروز یک ابتکار به خرج دادن و خود مرگ نام کردن و آرزو ارمان از اونا اینه که یعنی استعداد زن افغان برای تمام جهانیان نشاندن، همه خود از او یک به حساب دیگه یک جرأت، یک همت همه. بله، تشکر از شما. خانم جامی، شما در قسمت حمایت ها صحبت های داشتین، میشه در مورد ولایت هرات بر ما بیشتر بگوین؟ در ویژه در مرکز تجارتی شما خیلی زنهایی هستن که کار میکنن، دکان دارن در اونجا، وضعیت کاربارشون در اونجا چگونه است؟ چقدر فروشات میتونن که در روز داشته باشن؟ خب بازم برمیگردیم به این که واقعا باید بزنو خدمتی میشد نشد. مارکت ساخته شد 8 سال پیش توسط ریاست امور زنان، تیم پی آر تی ساخت، هزینه زیادی به روی از مصرف شده، یک مکانی که زمین از بسیار قیمتی هست، اما به توجهی به عرصه رشد از اون نشده. خانم های ولایات، اگر نمیفهم که از نظر خود خومه میگم که همیشه حق اینا پامال هست، اگر پروژه های برای میای قرارداد میشه
به کابل اینا از طریق تلویزیون ها میشنویم که چند میلیون دلار به عرصه صنعت زنان اینا قرارداد شده، اما اینا دست دیوم و سیوم میشه، اینا میایه باز به ولایت. اما ما زنایی را هم داریم که بدون این پروژه ها کار میکنن و بدون از این پروژه ها تانستن که موفق هم باشن در کارشان. اما فکر نکنم که موفقیتی که مردها داشتن زنها امروز داشته باشن، به خاطر از اینکه زنها شروعی کار از اینا هسته. زنها از خود خود سرمایه نداشتن، از خود خود تجربه نداشتن. من تا بال شاهد از این نیستم که اونا یک فابریکه های کلان داشته باشن. باید که این پروژه هایی که قرار داد میشه و به دست دیوم و سیوم قرار نگیره، به ولایت به یک سیمینار تمام نشه، اینا برگرده که همو توصیه زنان بشه و به اونا همو چیزی نیاز دارم و همو مشینری و یا مثلا سرمایه گذاری به سرکارا از اونا بشه و حق زنای ولایت پامال نشه. بله خانم اکبری، آیا واقعا زنان نیازمند هستند که باید نادهای تمیل کننده بیای برشان کمک بکنه یا پروژه ها عملی شود تا اینا بتارن کاربار کنن توسعه بدن؟ خب نیازمند که هستم. بله شما میبینیم که کشور افغانستان یک کشور جنگ زده و زیر فقر زندگی میکنه. شما همه سوال کردیم از خانم جمی که خانم های هستم که بدون پروژه کار کردم. بله از جمله یکی خودم یک خانم هستم که 13 ساله بولیسویلی انجیل ما کار میکنم. امروز با 133 خانم که ما هم صاحب اتحادیه ایم و هم صاحب گروپ های تولیدیم. خب درسته که سازمان های دولتی و غیر دولتی همکاری های ماما بکرده ما ندیده نمیگیریم، چرا که خودم هیچ پروژه نگرفتم و شکر خدا امروز همی که 4 تا خانم با اونجا کار میکنه بخش زراعت ما کار میکنیم. تشکر خانم اکبری، وقت ما تمام است. خانم شهرانی میخوایم خیلی کوتاه دیدگاه شما را داشته باشم که واقعا اگر حکومت میخواد که کاروبار زنان باید توسعه پیدا بکنن نیازمند چی کارها و راهکارهایی هست؟ خیلی کوتاه. خب همان گونه که دوستای عزیز اشاره کردن، اگر از این که حکومت بخواد که خانم‌ها را خودکفا بسازه و آماری فقر و همچنان آماری خشونت در پایان یا کاهش بتن، بجز از راهی که خانم‌ها را در عرصه اقتصادی همکاری بکنن و دست اینا را بگیرن تا باشه اینا از تجارت متشبث کوچک به بالا بروند، دیگه چاره ای ندارن. بله تشکر، سپاس از این که مهمانان عزیز شما با بس حضور یافتین. خیلی سپاس. تشکر از شما. تا لحظات دیگر. نگرانی ها از بهای اندک کشمیری افغانستان. بخش تحولات برنامه بازار خوش آمدید. بینده این بخش برنامه بازار باشید تا بدانید که تازه ترین تحولات در بازارهای افغانستان به ویژه کابل چیست. در نگام نخست میبینیم که بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل چگونه است. آیا تغییرات در بهای این کالاها تا کنون به وجود آمده است یا که خیر؟ آنچنان که شما هم مشاهده میکنین که 50 کیلوگرم آرد 1320 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش میرسه، 1 لیتر روغن هم 70 افغانی در بازارها است. تغییرات چشمگیر تاکنون در بهای مواد خوراکی دیده نمیشه. به همین ترتیب میریم به طرف اینکه شکر و برنج بهایش چگونه است. 1 کیلوگرم شکر 40 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سله اول هم 100 افغانی در بازارها به فروش میرسه. به همین ترتیب بله 1 کیلوگرم چای هم 300 افغانی در حال حاضر در بازارها به فروش میرسه. در قسمت مواد خوراکی می هم یادآوری بکنم که به تازگی اداره ملی نرم و استاندارد روی طرح اینا کار میکنن به نام سیاست ملی کیفیت تا بتونن مواد خوراکی که از کشورهای بیرونی وارد افغانستان میشه از لحاظ کیفیت اینا بتونن که تست های خوبی را انجام بدن و این کالاها از کیفیت خیلی خوب برخوردار باشه تا در بازارهای افغانستان وقتی که مردم از این کالاها خریداری میکنن اینا بتونن که به گونه درست از این کالاها استفاده بکنن. و همین ترتیب میبینیم که بهای نفت و گاز مایع چگونه است. 1 کیلوگرم گاز مایع 60 افغانی در بازارها به فروش میرسه، 1 لیتر پترول هم 57 افغانی در حال حاضر در بازارها است. و همین ترتیب 1 لیتر دیزل هم 54 افغانی است. روز گذشته 1 لیتر دیزل
55 افغانی به فروش می رسید. افغانستان سالانه تا 2.5 میلیون تن مواد نفتی از کشورهای بیرونی وارد افغانستان میکنه. ارزش مجموعی گاز و مواد نفتی که وارد بازارهای افغانستان میشه سالانه به 2 میلیارد دلار میرسه. و می بینیم که نرخ اشمار ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل چگونه است؟ 1 دلار امریکایی 76 افغانی و 30 پول به فروش میرسه، نسبت به روز گذشته تنها 10 پول در قسمت دلار افزایش به میان آمده. 1 یورو هم 86 افغانی و 50 پول در بازارهای ارز افغانستان تبادله صورت میگیره. بله، به همین ترتیب 1 درهم امارات 20 افغانی و 50 پول هست و 1000 روپیه هندی 1040 افغانی در بازارهای ارز افغانستان تبادله صورت میگیره. به همین ترتیب میبینیم که تومان چگونه است. بله، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 564 افغانی است. پاکستان بیشتر تلاش داره به خاطر از اینکه وضعیت اقتصادی در پاکستان بهبود پیدا بکنه و همچنان اینا بتونن که ارزش پولیشان با ثبات‌تر بسازن، درخواست کمک از کشورهای همچو عربستان سعودی، همچو امارات و چین کردن که این کشورها هم تعهد کردن تا یک قسمت پولی را کمک بکنن پاکستان تا این کشور بتونه بدهی‌هاش را پرداخت بکنه و روی اقتصاد این کشور هم تاثیرات داشته باشه. و در حال حاضر همکارم ایدرشاه امید گزارش را در مورد کالاهای کشمیری افغانستان تهیه کرده است که با هم می‌بینیم. بر بنیاد گزارش آکسفام که درباره صنعت کشمیر بافی و لباس‌های کشمیری افغانستان به نشر رسیده است، افغانستان با فرصت‌های بزرگ در بخش تولید تکه‌های کشمیره یکی از کشورهای مهم است. اما یک خانواده دامدار و کارباریان کشمیری افغانستان در حال حاضر کمتر از 1.5 دلار روزانه درآمد دارند. در این گزارش آمده است که لباس‌های لوکس و مفشنی که از کشمیره ساخته می‌شوند در بازارهای لندن، نیویورک، پاریس و میلان با بهای بلند تا 1000 پوند به فروش می‌رسند، در حالی که شمار از تولیدکنندگان این لباس‌ها و پارچه‌های کشمیره در افغانستان سود اندکی به دست می‌آورند. بسیار ارزان می‌خرند. مثلا من شبه من پشم 2.5 می‌خرند در ولایت غور. من پشمه 5 کیلویشه. خواستیم او از وزارت زراعت محترم زراعتی است که اونجا کارخانه پشم درست کنه و از این پشم استفاده های خوب شود. مثلا یک تیکه برک مثلا در کشورهای خارج چقدر ارزش داره؟ خب پشم ارزش داره. در این گزارش به نقل از یک شرکت بریتانیایی که در بخش کشمیره کار میکند آمده است که تاکنون دامداران از اهمیت کشمیره و ارزش آن در بازارها آگاهی ندارند. آنان میگویند که به همین علت شمار از حیواناتی که پشم کشمیره از آنها به دست میآید نیز در افغانستان در حال از بین رفتن هستند. بخش‌های مختلف سکتور مالداری هرچند کارهای صورت گرفته، ولی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر است که این سکتور بیشتر تقویت شود. بدون شک ما در بخش های لبنیات فابریک های پروسس در ولایت های مختلف ایجاد کردیم، در سایر بخش ها هم برنامه داریم که فابریک های پروسس ایجاد شود. در این گزارش گفته شده است که افغانستان ظرفیت آن را دارد که به یکی از عرضه کنندگان بزرگ مواد خام لباس های لوکس جهان که از کشمیره ساخته می شوند مبدل شود. بر بنیاد آمارهای این گزارش 95% بزهای افغانستان کشمیره تولید می کنند، اما تنها از 30% آنان کشمیره برداشت می شود. بر بنیاد این گزارش افغانستان در حال حاضر سالانه 1000 تن کشمیره صادر می کند که 7% مجموع صادرات جهان را تشکیل می دهد. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای سرور موحدی، زراعت پیشه از ولایت غور. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. وعلیکم السلام، درود و سلام به همه کارمندان تلویزیون طلوع و بینندگان آن. ممنون آقای موحدی، میشه در مورد این لباس های کشمیره بر ما بگوین که چگونه قسم لباس هاست، چه قسم تهیه میشه؟ بیشتر شما در این مورد جزئیات بتین. لباس های کشمیره اصلش از پشم است و این با دست ها بافته میشه و در بازار عرضه میشه. وضعیت بازار این کالاها چگونه است؟ آیا در داخل افغانستان اینجا خریدار داره؟ مردم علاقمند هستند که بخرن؟ اینجا در داخل افغانستان نه بازار خوبی نداره و ما از دولت خواهش داریم که ایران در خارج صادر بکنه. بله، در حال حاضر گفته میشه که به انگلستان هم صادر میشه. بله. در اونجا چگونه است وضعیت بازار؟ وضعیت بازار پشم در خارج از افغانستان در همه جا خوبه،
با قیمتی علا به فروش میرسه. خب چرا در اینجا مردم علاقمند نیستن که از قسم لباسها استفاده بکنن؟ چون به خاطری که اولا از تولیدات داخلی تبلیغات نمیشه، بازاریابی نداره، به همین خاطر در خارج بیشتر بازاریابی داره و روی پشم اونا خیلی ارزش میگذاره. بله، یک لباس کشمیری را شما وقتی که بسازین، البته همین لباس های پشمی را چقدر وقت در بر میگیره و بیشتر در اونجا مردم در ولایت غور از این لباس ها استفاده میکنن؟ در ولایت غور بله، از طرف زمستان استفاده میکنه، در حدود یک ماه یا یک و نیم ماه زمان میبره تا با دست ها بافته شه. زنان بیشتر کار میکنن در این بخش؟ بیشتر زنان کار میکنن. دیگه تولیدات مثل قالین داره و دیگه نمد، برک، که برک خصوصا برک لعل و سر جنگل خیلی ارزش بالا هست، با قیمت های تقریبا از 2000 تا 5000 به فروش میرسه. از چقدر قدامت داره این لباس های کشمیری؟ میشه در مورد این هم بر ما بگوین؟ شاید بیشتر کسا باشن که نفهمن در مورد از این. لباس های کشمیر از زمان خیلی سابق در اونجا در غور مرسوم بوده و الان هم از پشمی بره ساخته میشه، برای که مویش به اصطلاح سرخ باشه و نرم باشه. بس چگونه شما این پشم جدا میسازین و از او لباس تهیه میکنین؟ بره هایی که مثلا مویش سرخه اونا را خوب نگهداری میکنه، حتی در تابستان هم اونا در زیر آفتاب نیه، در خانه میگیره، بسیار موی از اونا نرم و باریک رشته میشه و میخاطی با کیفیته. در تنها در غور قسم لباس ها ساخته میشه که یا ولایت های دیگر افغانستان هم اینا میتونن که قسم لباس ها را بسازن و در حال حاضر اونجا هم استفاده بله میشه؟ بله، در مثلا در بامیان هم لباس ها مرسومه، همین کشمیره خصوصا در ورس زنا با دستای خود اونا رو میبافه و اونا به تن خود میکنه و بسیار در زمستان گرم است و بسیار برای کمردردی اونا بسیار فایده داره، چیزی خوبی است. شما در نمایشگاه هم شرکت کرده بودین، میشه در مورد از این نمایشگاه بر ما بگوین که آیا تانستین که این تولیدات شما را به فروش برسانین، کالاهای پشمیره؟ بله، در تولیدات و خلاصه این چیزایی که تولید میکنه زنا با دست خود میبافه، اینا خلاصه در جایی که بازار برش درست میشه در نمایشگاه ها خرید خوبی داره، مثلا اونایی که از مناطق دیگر هسته بیشتر علاقه منده بود. خب حکومت برتان میتونه که چی کار بکنه که بازاریابی بکنه به این کالاهای شما که هم مردم در داخل از استفاده بکنه و هم ما بتونیم که صادرات داشته باشیم؟ حکومت در خصوص بازاریابی از این، در خصوص تبلیغات از این، برگزاری نمایشگاه کوتاهی میکنه در این خصوص و در ولایت غور خلاصه که بزرگترین منبع فراورده های گوشتی است، لبنیات هیچ توجهی نشده و دولت باید در اونجا مثلا پروسیسی لبنیات داشته باشه، خلاصه گوشت مثلا از اونجا مثلا گوسفندها رو بیاره، مثلا زمینه سازی کنه، دهلیز هوایی درست کنه، اونا رو در کابل برسانه، میدان هوایی خوبی داره غور، هم دوبانده هست و میدان هوایی لعل هم در حال تاسیسه، میتونه از این طریق ولایت های دیگه بفرسته. متاسفانه در این خصوص کوتاهی میکنه. بله، در کدام روستاهای ولایت غور در حال حاضر زنان این لباس های پشمیره میسازن و دلیل از این که شما نام زیر کشمیره ماندین چی هست؟ این در بیشترین ولسوالی های غور مثل ولسوالی لعل و سر جنگل و شهرگ و تولک اینجا ساخته میشه، چون اونا شغل عمده از اونا زراعت و مالداریه و زنا دیگه خلاصه در بیشتر در زمستان ها از این لباس های کشمیره میبافه. بله. بله. خب اگر حکومت بتونه که در داخل ولایت غور بر شما یک مارکت دائمی را بسازه، میتونه که کمک بکنه بر شما که شما بتونین این لباس های را که تهیه میکنین در این بازارها بیارین و مردم هم بیاین بفهمن که چه قسم ما ساخته های دستی داریم تا از اینا استفاده بکنن؟ حکومت اگر این تسهیلات به وجود بیاره در ولسوالی ها، حداقلش در خود ولایت شهر فیرسکو و این هم برای زنا بیشتر کاریابی پیدا میشه و کار زمینه کار برای زنا آماده میشه، از لحاظ اقتصادی زنا پیش میره و هم برای مردا خوبه. متاسفانه در این خصوص توجهی نکرده. پیشتر عرض کردم که یک دستگاه پروسیس لبنیات بسازه مثلا در لعل در خود شهر فیرسکو و خیلی برای مردم کار پیدا میشه. چقدر زنان در ولایت غور در بخش این لباس های پشمی اینا کار میکنن؟ فعلا چون اونا بازاریابی نداره، خرید و فروش نمیشه، 20% زنان ممکن کار بکنن، بیشتر از اون دیگه خب چون او رو کسی نمیخره، وقتی که یک جنس فروخته نشد دیگه خلاصه او
توجه مردم کمتر میشه. بله، این زنان جدا جدا در خانه هایشون کار میکنن؟ بله بله، اینا در خانه هایشون کار میکنن به طور تکی تکی و فردی فردی. اینجا یک مثلا یک مؤسسه نیه که روی زنان کار کنه و مثلا یه مثلا فراورده های از اونا رو در فروش برسانه. متاسفانه دولت کوتاهی میکنه. بله، تشکر. سپاس از اینکه شما با ما نماز رفتید. خیلی سپاس. بسیار تشکر از کارمندای تلویزیون طلوع نیوز. سپاس. موفق باشید. تشکر. زنده باش. تا لحظات دیگر. ایجاد اتحادیه های ملی کشاورزان و دامداران. در قدم اول از طرح ادامه برنامه بازار خوش آمدید. وزارت زراعت آبیاری از فراهمسازی زمینه ها برای گنجانیدن فرآورده های داخلی کشاورزی و دامی در پیمان های خریداری های وزارت های دفاع ملی و امور داخله خبر می دهد. وزیر زراعت آبیاری می گوید که برای فراهم ساختن فرآورده های مورد نیاز نیروهای امنیتی کشور اتحادیه های ملی کشاورزان و دامداران را ایجاد کردند و پس از این پیمان های خرید بخش از مواد خوراکی نیروهای پلیس و ارتش ملی کشور به گونه مستقیم بین اتحادیه ها سپرده خواهد شد. در این حال وزارت های دفاع ملی و امور داخله خواهان نظارت جدی وزارت زراعت آبیاری از روند رسانیدن فرآورده های داخلی به نیروهای ارتش و پلیس ملی هستند. نشست از بحر ایجاد اتحادیه های ملی کشاورزان و دامداران و گام نخست در راستای سپردن پیمان های خریداری مواد خوراکی وزارت های دفاع ملی و امور داخله به این اتحادیه ها. وزارت زراعت آبیاری می گوید که در گام نخست 6 اتحادیه ملی را در بخش های میوه‌های تازه، سبزی ها، گوشت مرغ و غله ایجاد کرده است. وزیر زراعت آبیاری می گوید که این کار زمینه را برای بازاریابی به فرآورده های داخلی فراهم می سازد. یوازینه مکانیزم، یوازینه سیستم چې هغه کولی شي زموږ د دیقان مستقیم له مارکیټ سره وصل کړي او هغه ګټې چې مابین خلکو اخیستې هغه رفع سي، هر قیمت چې کېږي مستقیم تاسو ته راسي، یعنې تاسو ته په نورو په لوړ قیمت اخیستل کېږي. ځکه پخوا به یو تاجر مثلا په 100 روپۍ دشکو واخیسته، په حکومت به یې 50 خرڅول، اوس راسن هغه 50 تاسو درکول کېږي. امروز همکارای ما همراه اتحادیه های محترم کار میکنن، لیست نیازمندی های وزارت محترم داخله را ما ارائه میکنیم، از پیش تا نرخ میگیریم و بعد از او این نرخ هایتان ارزیابی میشه و شرایطی که ما گفتیم کل این شرایط را ما با کمیسیون محترم تدارکات ملی که در رأسش خود جلال ما رئیس جمهور تشریف دارند ارائه میکنیم. وزارت دفاع ملی در این نشست فهرست از مواد خوراکی را که برای سال مالی آینده این وزارت نیاز دارد اعلام کرد. موین این وزارت میگوید که 3 سال بدین سو روند جاگزینی فرآورده های داخلی را به جای فرآورده های خارجی آغاز کردند. دی حبوبات و پشمول اکثریت حبوبات، لوبیا، نخواد او همدارنگ ترکاری خمات سرزو که طول سل پسلو که میوه سل پسلو که، غوخ سل پسلو که، غنیسیوی وڑو سل پسلو که ده هواد پا داخل که مگ پخپلو تابلو که په نظر کنی ولی دی. اما وزارت های دفاع ملی و امور داخله هر دو تاکید می‌ورزند که اتحادیه های کشاورزان و دامداران باید کالاهای مورد نیاز را در وقت و زمان معین و با کیفیت مطابق به شرطنامه آماده سازند. وزارت محترم زراعت در قسمت کنترل کیفیت ازی به حیث یک پارتی سوم یا اینا یک رول بسیار عمده را خواهد بازی کردن و تمام اجناسی که ما استفاده میکنیم کنترل و کیفیت از طرف اینا خواهد شد، با اینا به ما اطمینان خواهد دادن که هیچ نوع جنس خارجی استفاده نمیشه. تعهد میسپاریم که این اعتمادی که شما سر ما کردین، ما اعتماد تا پای جان انشالله به لطف الهی به سر می رسانیم.
با سپرده شدن پیمانهای خرید مواد خوراکی وزارتهای دفاع ملی و امور داخله به اتحادیه های کشاورزان و دامداران، قرار است این اتحادیه ها برای بیش از 300 هزار نیرو و کارمندان این وزارتها در بخشهای گوناگون کشور مواد خوراکی را تهیه کنند. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای همدرد همدرد، سرپرست مدیریت مسلکی وزارت زراعت آبیاری. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام، بخیر باشید. ممنون. آقای همدرد، در مورد این اتحادیه کشاورزان و دامداران میشه بگوین بگی که هدف از ایجاد این اتحادیه چی است و اینکه در مواد خوراکی ارتش و پلیس ملی قرار است که فرآورده های کشاورزی افغانستان گنجانده شوی، میتونه چقدر به نفع کشاورزان و دامداران در افغانستان تمام شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون استاسو د تلویزیون ټول لیدونکو ته. د خغلی ولسمشر دی هدایت په اساس باندې د کرنې وزارت د داخلي دفاع د وزارت سره په مشترکه توګه د تدارکات د ملي ادارې د هماهنګۍ په اساس باندې د څو ورځو راپه دېخوا په دې موضوع باندې کار کوو، تر څو وتوانیږو چې یو مشخص ادرس د افغاني تولیداتو لپاره پیدا کړو. نو د دې په خاطر باندې تر څو د خپلو داخلي تولیداتو نه استفاده وکړو، او په همدې شکل باندې موږ وغوښتل چې تر څو د افغانستان د ټولو ولایتونو نه د څلور دېرش ولایتونو نه موږ وتوانیږو چې هغه د اتحادیو نمایندګان راولو او د افغانستان په سطحه باندې یو سرتاسري اتحادیه په مختلفو برخو کې جوړې کړو، چې البته مخکې تاسو وویلې چې اقتصادي برخه ډېره زیاته اړینه مهمه ده، ځکه بیرته دغه پیسې ځي دهقانانو جبونو ته، نو اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کیږي، همدارنګه په دې برخه کې کاري فرصتونه موږ ته زیات برابرېږي، تر څو په کلو کې چې هغه ځوانان بیکاره دي هغه دهقانان، نو هغوی ته هم د کاري زمینه برابرېږي. او د ټولو نه مهمه داده چې د دهقانانو تولیدات به د سرک په سر پاتې کېدل یا به خرابېدل، نو ضایعات یې ډېر زیات درلودل، نو خوشبختانه دوی دپاره یو دوامدار او دایمي مارکېټ پیدا کېږي، او همدارنګه دهقانان کولی شي چې مخکې د حاصلاتو نه د هغوی بازار مطمئن اوسي، نو د مارکېټ په پیدا کولو سره د هغوی تشویقیږي، او څومره پیسې چې وزارت دفاع او داخلي د پولیسو په مصارفاتو باندې د بیرون نه کم توکي راوارېدېږي د هغوی مخنیوی کېږي، چې په تجارتي هغه بیلانس باندې هم مثبت تاثیرات لري. بله، خواهی هم درد، کدام فراورده کشاورزی و دامی افغانستان قرار است که در مواد خوراکی ارتش و پلیس ملی جا داده شده؟ تقریبا 252 کیدی په مجموع کې، خو بیا دوی چې سره منسجم کنو د غلجاتو په برخه کې، د حبوباتو په برخه کې، د میوو په برخه کې چې البته تازه او وچې میوې، همدارنګه د کچالو، د سبزیجاتو، د پیازو او د چرګانو په برخه کې موږ فلحال سرتاسري اتحادیې جوړې کړې، چې دوی بیا هم دوی سره نور هم موږ کار کوو، تر څو دوی ظرفیتونه لوړ شي، تر څو د دوی کیفیت لوړ کړي، او موږ غواړو چې ملي اردو ته او ملي پولیسو ته هغه توکي ور ورسوو چې ډېر صحي توکي اوسي، حفظ الصحه یې مراد شوي اوسي، کیفیت یې ښه اوسي، او زموږ همکاران په دې اتحادیو سره په دوامداره شکل باندې کار کوي، تر څو موږ وتوانیږو چې د دوی د حاصلاتو کچه لوړه کړو. بله، همین که گفتم میشه که پس از این پیمانهای خریداری مواد خوراکی انتقال پیدا میکنه به این اتحادیه هایی که شما ایجاد کردین، چقدر افراد در این اتحادیه کار میکنن، چقدر از کشاورزان و دامداران شامل این اتحادیه ها هستند؟ د فلحال د پاره دی په خاطر چې موږ ملي اتحادیه جوړ کړو، د هر ولایت نه موږ لس کسان، البته دی ولایتي اتحادیه غړي و چې په مجموع کې 350 کسان و، خدای لړۍ په زرګونو کسانو ته پراخیږي، چونکه موږ دغه اتحادی چې د بیا ولایتي اتحادیه نور هم قوي کیږي، ډیر زیات نور د قانون د خپل پوښښ لاندې راولي، چې دا موږ کولی شو چې ویو چې په زرګونو کسان شاید نور هم زیات شي. بله، آنچنان که مسئولین وزارت امور داخله و دفاع ملی تاکید میکردند که باید شما نظارت جدی از روند رسانیدن مواد خوراکی به پلیس و ارتش داشته باشید، این قسمت گفتنی شما چی است؟ لکه څنګه چې د کرنې وزارت مسئولیت لري چې د نباتاتو یا د نورو هغه توکو چې د زراعت مسؤلیت ده باید د ښه صحت لرونکي اوسي، یعنی خراب نه اوسي، کیمیاوي مواد ونه لري، امراض او افات ونه لري، تر څو صحت ته نقص ونه رسي. نو زمونږ د نباتاتو د صحت برخه، همدارنګه د حیواناتو د صحت برخه چې موږ لرو، دوی به په دې برخه کې دخیل اوسي، جدي کنټرول به کوي، تر څو موږ وتوانیږو چې صحي توکي ملي اردو ته ورسو او ملي پولیسو ځواکونو ته ورسو.
بله آقای همدرد، در کنار از این بیان روی از این هم صحبت بکنیم که برنامه های وزارت زراعت به خاطر توسعه کشاورزی و دامداری در افغانستان چی است؟ د کرنې وزارت د فلحال لپاره چې موږ زیات وینو اړینه ده چې باید د مارکیټ په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې ولرو. په همدې خاطر باندې تاسو مخکې چې هغه ورور دلته خبرې مو کړې د قانون په نمایندګي باندې، هغوی هم د مارکیټ نه شکایت کوو. نو زموږ زیاته توجه په تولید کې کافی کار شوی ده او زه فکر کوم په تولید کې باید نور هم کار وشي، خو زیاته توجه موږ تاسې باید د مارکیټ برخې ته ورکړو چې موږ په راتلونکي آینده کې شاید د مارکیټ درستې برنامې ولرو تر څو وکولای شو چې هغه د دنیا د مارکیټونو دروازې د افغانستان د تولید په مخ باندې خلاصې کړو. بله آقای همدرد، همیشه تاکید این صورت میگیره که ما باید بازارهای بیرونی را به خاطر فرآورده های چه کشاورزی باشه چه هم دامداری باشه و دیگر بخشا در بیرون از افغانستان پیدا بکنیم. چرا تمرکز زیاد سر بازار داخلی هم صورت نمیگیره؟ چون اینجا مصرف کننده خیلی زیاد است و اینجا میتونیم که بازاریابی خیلی خوب را انجام بدین. زمونږ دی اغه خدمات د ارزی په اساس باندې موږ درې قسمه خدمات ارزه کوو. یو دا چې د ټولو مهمه ده چې څنګه موږ غذایی مسؤلیت رامنځته کوو، بل خصوص هغه وچکالی زپلو خلکو ته. په دویمه موضوع ده چې څنګه موږ کولای شو چې داخلي مارکیټونه کې خپل تولیدات ځای پیدا کړو یا د نور بیرونی تولیدات چې افغانستان ترازی دی هغه مخه ونیسو. او دریمه مهمه موضوع زمونږ بیرونی هیوادونو ته د بعض زراعتي توکو استول دي یا صادرول دي، چې په دې برخه کې په هر برخه کې کافی کارونه موږ انجام کړی دي، مخ په وړاندې تللی یو. خو د افغانستان تولید څنګه وکولی شي چې په ملي، منطقوي او بین المللي مارکیټونو کې آزاد رقابت وکولی شي؟ نو دغه یو سلسله کارونو ته اړتیا لري چې څنګه موږ وکولی شو چې د دنیا هغه سټنډرډونه چې دي د هغې باندې ځان عیار کړو. نو دې په خاطر باندې د کرنې وزارت یو مجهز لابراتوار باندې کار کوي تر څو ټول هغه صحیح سرټیفیکیټونه یا هغه جوازونه چې نوره نړۍ ورته اړتیا لري د همغې په اساس برابر کړي. که څه هم د نننۍ چې کومه برنامه موږ درلودله، کوم پروګرام درلودو، د هغې هدف همدا و چې خپله افغاني تولیدات د افغانستان په داخل کې اول ملي اردو دپاره استفاده شي، د پولیسانو دپاره استفاده شي. او په همدې شکل زما غوښتنه د ټول ولس نه داده چې باید ټول ولس اول اولویت خپل هغه ملي تولیداتو ته ورکړي، ځکه چې دوی که یو روپۍ هم مصرفوي، یو روپۍ هم دهقان ته ځي، که لس روپۍ مصرفوي هغه دهقان ته ځي. او که چېرته دوی د یو بل ملک یا د برازیل یا د پاکستان یا د هندوستان تولیداتو نه استفاده وکړي، نو ډېرې کمې پیسې افغانستان دوکاندار ته پاتې کېږي، خو منتها نورې پیسې بېرته ځي هغه کوم دهقان چې کښت کړی هغه ته ورځي. کیفیت فرآورده های کشاورزی و دامی افغانستان چگونه است؟ نسبت به کشورهای دیگر چه فرق میان از اینا وجود داره؟ په مجموع کې چون کې د حفظ الصحې په اساس باندې دې په اساس چې امراض او افات نورو مناطقو ته یا نورو هیوادونو ته انتقال نه سي، یو اندازه اصول وضع شوي دي د ډبلیو ټي او په اساس باندې. تر اوسه پورې افغانستان د دې قابلیت نه درلودی چې هغه اصول مراد کړي، بلخصوص هغه سهولتونه یا هغه زیربناوې نه درلودلې. فلحال موږ په ټولو بندرونو کې د قرنطین مرکزونه لرو چې په هغه مرکزونو کې موږ کولای شو چې شناسایي وکړو. همدارنګه موږ لابراتوارونه لرو چې د هغې له لارې نه موږ وکولای شو چې صحیح سرټیفیکیټونه ورکړو. نو دغه هغه مسایل وو چې په مجموع کې تر اوسه پورې نو اجرا شوي. پس دې د 2019 کال تر اخره پورې شاید موږ بیخي دغه بین المللي مارکیټونو ته په خپل مخه باندې خلاص کړو. بله تشکر آقای همدرد، سپاس از اینکه شما با من حضور یافتین. خیلی سپاس. تا لحظات دیگر. انتقال از عدم دسترسی به اطلاعات بیشتر کار پروژه ها. بینده برنامه بازار هستید. نهاد جهانی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان میگوید که میزان دسترسی به اطلاعات از روند پیشرفت کار پروژه های مهم زیربنایی در کشور اندک است. آنان با نشر یک گزارش در این بخش گفتند که میزان دسترسی به اطلاعات از پیشرفت کار پروژه های زیربنایی در افغانستان 27% است، در حالی که این رقم باید
50% باشد. مثلا این نهاد میگن که پروژه های زیربنایی در کشور به طور میانگین با 10 ماه پروسه داوطلبی و تاخیر 119% زمان عملی میشوند. شاخه ابتکار شفافیت زیربنایی در افغانستان گزارش تازه‌ای را زیر نام اطمینان‌دهی پروژه های زیربنایی پخش کرده است. گزارشگران این گزارش 8 پروژه زیربنایی را در وزارت های فواید عامه، احیا و انکشاف دهات و وزارت انرژی و آب 8 ماه بررسی کردند. این گزارش نشان می‌دهد که چگونگی دادن اطلاعات درباره پیشرفت کار پروژه ها از سوی این نهادها مناسب نیست و باید این روند بهبود یابد. سطح نشر اطلاعات در حدود 27% بوده. اینا که مطابق با معیارهای کاست اطلاعات که نشر کردن 27%. ولی یک بخش دیگه ای که ما بنا به درخواست از اونا اطلاعات درخواست کردیم که در اختیار ما قرار بده، این ریتش خیلی خوب بود، در حدود 68% به طور اوسط اینا اطلاعات در اختیار ما قرار دادن. در همین حال شماری از اعضای این نهاد میگویند که هدف از کارهای این نهاد تلاش برای افزایش نشر اطلاعات درباره پروژه های زیربنایی به هدف افزایش شفافیت در کار این پروژه ها و اجرای با کیفیت بلند آنها است. مردم به عنوان صاحبان اصلی پروژه های بزرگ زیربنایی از اهمیت بالای برخوردار هستند و پیشنهادات آنها و در همچنین نظریات آنها باعث میشه که پروژه ها به صورت درست تطبیق بشه. همچنین در بسیار از موارد، در بسیار از پروژه های زیربنایی، در صورت عدم همکاری مردم محل و پروژه به درستی تطبیق نمیشه. ابتکار شفافیت زیربنایی یک نهاد جهانی است که گفته می شود این نهاد در 13 کشور فعالیت دارد و هدف آن کار با حکومت برای افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی است. در مورد بیشتر گفتگو می کنیم با آقای صبغت الله کریمی، مسئول نهاد کاست یا نهاد جهانی ابتکار شفافیت زیربنایی افغانستان. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. به نام خدا با عرض سلام و خدمت شما و خدمت تمام بیننده های تلویزیون طلوع، بسیار خوش هستم که در برنامه مهمان شما هستیم. ممنون. در قسمت ابتکار شفافیت زیربنایی میخوایم خدمتان یک معرفی مختصر داشته باشیم، بعد از او به روی گزارش اطمینان‌دهی. گزارش اطمینان‌دهی چیست؟ ابتکار شفافیت یک ابتکار جهانی است که در 13 کشور فعالیت میکنه و افغانستان از طریق وزارت محترم اقتصاد به این ابتکار پیوست و دولت افغانستان تعهد دارد که در قسمت شفافیت پروژه های زیربنایی مطابق به معیارهای ابتکار شفافیت در پروژه های زیربنایی بیشتر بکنه. و یکی از بخش های بسیار زیاد مهمی این ابتکار گزارش اطمینان‌دهی است. هدف از گزارش اطمینان‌دهی است که ما معلومات تکنیکی پروژه های زیربنایی را به صورت ساده و به زبان عام فهم تفسیر بکنیم و در اختیار مردم قرار بدهیم و در نهایت می خواهیم که مردم از سهم پروسه بسازیم و تا اینکه مردم بدانند که در پروژه های زیربنایی چی فرصت ها و چی چالش ها و چی مشکلات ها را ما داریم. و هدف این گزارش همی است. این گزارش بالای 8 پروژه نمونه انجام شده به ارزش 150 میلیون دلار و در این گزارش از جمع 8 پروژه 5 پروژه از پروژه است که در زمان حکومت وحدت ملی تدارکات شده و تطبیق شده و 3 پروژه در سالهای قبل بوده و در این پروژه ها در قسمتی تنها میخوایم یکی از یافته های بسیار مهمی این گزارش خدمتتان عرض بکنم. یکی از یافته های مهمی گزارش است که وزارتخانه ها و نهادهای تدارکاتی در مرحله آماده سازی پروژه شامل دیزاین میشه، سروی میشه، با مشکلات جدی مواجه هستند و دمی 8 پروژه ای که ما بررسی کردیم، پیشتر شما گفتین 119% افزایشی زمان است و حدودا 19% افزایش قیمت. علت اساسی اینمی دو مشکل عمده دیزاین ناقص، سروی ناقص و همچنان احجام کاری ناقص بوده. بینن امو شعر معروف است که میگه که خشتی اول گر نهد معمار کج، تا سریا میره و دیوار کج. نهادهای تدارکاتی اگر به این مرحله توجه جدی نکنن، اگر هر چقدر که اصلاحات در مراحل بعدی پروژه بیاید، در مرحله تدارکات بیاید،
در مرحله تطبیق پروژه بیه. او یعنی بسیار خیلی سخت است که او نواقصی که در دیزاین بوده، در مرحله دیزاین بوده، مرحله سروی بوده، او جبران شوه. بنان یکی از یافته‌های مهم است که این مرحله آماده سازی پروژه که شامل سروی، دیزاین و اسناد پروژه میشه، باید توجه بیشتر شوه. خب پیشنهاد مشخص شما با حکومت افغانستان و نهادهایی که در بخش تدارکات کار میکنن چیست؟ اینا چگونه میتونن که برنامه هایشان مدیریت درست بکنن تا تاخیر در کار پروژه و ای که قیمتش افزایش پیدا بکنه و ای که ناقص باشه کارهای پروژه، اینا باید تمامش کاسته شود و جلوگیری صورت بگیره از این مشکلات؟ متاسفانه که نهادهای تدارکاتی یا وزارتخانه ها ضعف مدیریت پشت مسائل امنیتی میخوان پنهان بسازن. ما پروژه هایی داریم که هیچ مشکلی امنیتی ندارن، ولی ضعف مدیریت در اونا بسیار واضح دیده میشه. ما نهادهای تدارکاتی و وزارتخانه ها امرای ما همکار هستند. ما امرای 4 وزارت، 3 وزارت و 1 نهاد تفاهم نامه ها امضا کردیم و اونا متعهد هستند که از معیارهای ای ابتکار استفاده بکنن و پروسه ها را بیشتر شفاف بسازن و نگرانی هایی که در قسمت ظرفیت و همچنان ضعف مدیریت هست به اینا رسیدگی صورت بگیرن، که خوشبختانه وزارت فواید عامه اقدامات بسیار جدی را روی دست گرفته در این قسمت و در قسمت نشر اطلاعات و شفافیت سازی پروژه های زیربنای یک سلسله کارهای انجام داده. وزارت انرژی و آب همچنان و همچنان اداره تدارکات ملی ما امرشان تفاهم نامه داریم، اونا هم روی سیستم سازی و ظرفیت سازی نهادها کار میکنن. ولی این گزارش که بالای 8 پروژه نمونه انجام شده، اینی مشکلات ها و اینی فرصت ها را با ما نشان میتن. ما میخواییم مثلا میشه که نام این پروژه ها را بگوین و یکی در کدام ولایت های افغانستان هست؟ این پروژه ها تقریبا در تمام زون های افغانستان هست، چون که 8 پروژه هست میتونه در تمام ولایت باشه، در شمال و جنوب و شرق و غرب، و 3 پروژه مربوط وزارت محترم انکشاف و دیهات است، 3 پروژه مربوط وزارت محترم فواید عامه و 2 پروژه مربوط وزارت انرژی و آب است، که ارزش مجموعی از اینا که ما بالاش گزارش اطمینان‌دهی را نوشته کردیم حدودا 150 میلیون دلار است. بله، خب اگر همین مشکلاتی که شما اشاره کردین و یک گزارش را که شما تهیه کردین از طرف حکومت افغانستان جدی گرفته نشه، واقعا ما در بخش پروژه های توسعه با چه مشکلات دیگر روبرو خواهد شدیم که اگر این قسم وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ متاسفانه قسمی که شما در جیران هستین شاید همون سناریوی قبلی باز تکرار شود. سناریوی قبلی بود که کمک های فراوانی به افغانستان سرازیر شد، ولی متاسفانه مؤثریت کمک ها خصوصا در بخش زیربنا پرسش های بسیار جدی را در ذهن شهروندا مطرح ساخته. بینن اگر به این موضوعات ها به موضوعات های ضعف مدیریت خصوصا به این پرداخته نشه، مطمئن هستم که سناریو دوباره تکرار میشه. باید خدمتتان عرض بکنم که ما مشکلات امنیتی را میدانیم که یک مشکل حاد کشوری ماست، ولی باید اینم بپذیریم که ضعف مدیریت، نبودی ظرفیت هم یکی از چالش هاییست که باید به او رسیدگی شوه، و این ضعف مدیریت چیزیست که در کنترل ماست و ما میتونیم بالای از این کار بکنیم و این پروسه را بهبود ببخشیم. شما آیا گزارشتان با حکومت افغانستان در میان گذاشتین؟ پاسخ حکومت حداقل بر شما چی بوده در مورد این گزارش؟ خوشبختانه حکومت افغانستان همیشه وقت از پروسه ها از نهادهایی که در بخش شفافیت کار میکنه همیشه وقت استقبال کرده. این گزارش در ریاست اجرایی در قصر سپیدار نشر شد و میتونم یکی از گفته های جلالت مآب رئیس اجرایی را در اینجا خدمتتان عرض بکنم که اونا گفتن که این گزارش میتونه یک رهنمود باشه برای نهادهای تدارکاتی و وزارتخانه ها تا اینکه یافته های گزارش جدی بگیرن و همچنان از توصیه هایی که در این گزارش داده شده باید استفاده شود. بله، تشکر آقای کریمی، سپاس از اینکه شما با برنامه وصلید. تشکر، استاد، سلامت باشید. ادامه خبرها. بر بنیاد یک پژوهش اکادمی علوم، سطح آب زیرزمینی در پایتخت 50% کاهش یافته است. شماره از دانشمندان و در اکادمی علوم در پژوهش تازه‌شان اثرهای کاهش بی‌پیشنه آب‌های زیرزمینی را در سال‌های آینده جدی‌تر از جنگ در مقابل تروریسم در افغانستان می‌دانند و می‌گویند که نیاز از حکومت با راهکارهای درست و اطلاع‌دهی به مردم جلو استفاده بیش از حد آب‌های زیرزمینی را بگیرد.
اینجا در اکادمی علوم افغانستان سمینار درباره یافته های پژوهش تازه درباره کاهش آب های زیرزمینی در کشور به ویژه در پایتخت راه اندازی شده است. شماری از دانشمندان و پژوهشگران میگویند که معضل کاهش آب های زیرزمینی در شهر کابل جدی تر از جنگ با تروریسم در کشور است. آنان میگویند که سطح آب های زیرزمینی در پایتخت 50% کاهش یافته است و ادامه این روند برای کابلیان بسیار زیانبار خواهد بود. موضوع جنگ با طالبا با داعش نیفون با کی یک زمانی گپ فروکش می ختم میشه، اما تصور کرده میتونید که وقت شما منبی ها نداشته باشید، شما زندگی ندارین، شما اقتصاد ندارین، شما زراعت ندارین، شما نگوزیست که بکوچین از جای خود. ما بتونم بازی بگم که از او که پاک کده یادش داره. کابل برای 5 لک جمعیت دیزاین شده بود، اما فعلا میبینیم بیش از 6 میلیون جمعیت در او جا به جا شده و توسعه بسیار بد غیر استاندارد افقی و عمودی داشته، به همون خاطر مصرف آب بسیار زیاد شده، در حالی که این آب زیرزمینی که ما استفاده میکنیم برای جمعیت شهر کابل اصلا کفاف نمیکنه و از طرف دیگه تغییر اقلیم آمده کاهش بارندگی را داشته، به همون خاطر ما تغذیه دوباره آب زیرزمینی را نداریم. در همین حال مسئولان وزارت انرژی و آب خوش‌سالی ها و افزایش بیش از حد نفوذ در کابل را از علل این معضل می‌دانند. وزارت انرژی و آب پروژه تغذیه مصنوعی یا دوباره تلقات آب داره سر دست داره، بند شاتوت سر دست داره، اجاره تنگ برای شهر کابل ما بتانیم مقدار آب کافی برسانیم. بر بنیاد آمارهای وزارت انرژی و آب در سالهای گذشته سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل تا 22 متر کاهش داشته است. باز شدن دوباره بندر نصیب سوریه فرصت دوباره برای صادرات لبنان به سوریه و کشورهای خلیج فارس را مهیا کرده است. گفته می شود که باز شدن دوباره این بندر با افزایش تعرفه های گمرکی همراست و این کار احتمالاً اختلافات میان دمشق و بیروت را به وجود خواهد آمد. بر بنیاد آمارهای سالانه در حدود 550 هزار تن میوه ها و سبزی ها از لبنان به سوریه و شمار از کشورهای خلیج فارس از راه این بندر صادر می شود. سپاس که تا این دم بینده بازار بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.